میریم به کنگره آمریکا و همراه میشیم با همکارم آرش علایی. آرش، نشریه پولیتیکو گزارش داده که بایدن قراره به چین فشار بیاره تا از نفوذش برای عدم گسترش جنگ در منطقه استفاده کنه. چه جزئیات بیشتری از این گزارش داریم؟ ابتدا یکی از مقامات ارشد کاخ سفید شب پنجشنبه به پولیتیکو صحبت کرده است و بعد هم مقام دیگری روز جمعه صبح به پولیتیکو گفتند که در لیست بالا بلندی که آقای بایدن دارد برای اولویت هایی که در مورد گفتگو با رهبر چین تنظیم شده است از طرف کاخ سفید، یک مورد دیگر هم اضافه می شود و اون یک مورد همین است که آقای بایدن قرار است به شی جینگ پینگ، همونجور که شما گفتید، فشار بیاورد تا از اون نفوذی که چین میگویند دارد بر روی جمهوری اسلامی استفاده کند، به گروه های نظامی و نیابتی خودش در منطقه هشدار بدهند که دنبال گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه نباشند، به خصوص تقابل با نیروهای آمریکایی یا حمله به منافع آمریکا یا اسرائیل در منطقه. و این رو هم باید بگم که دو رهبر نزدیک دو سال و نیم هست که با یکدیگر صحبت نکردن. این جلسه ایست که آقای بایدن و آقای شی مدت هاست که دفاترشون دنبال این بودن که این دو رهبر رو بنشونن کنار همدیگر. از بار آخری که همدیگر رو دیدند در جزیره بالی در طول اجلاس سران گروه 20 که من هم از طرف ایران اینترنشنال رفته بودم، تنش ها اون موقع بین دو کشور زیاد بود، الان میگویند دو چندان شده است، مخصوصا پس از اینکه دولت بایدن به طور مرتب فشار می آورد به کشور چین، تحریم های جدید، محدودیت های جدید بر روی فناوری های خاص به خصوص تراشه های کامپیوتری باعث شده است که الان اقتصاد چین، کارشناسان میگویند در این دو سال و نیم گذشته به سمت رکود برود. رویترز هم گزارشی منتشر کرد در چند ساعت گذشته، مرزیه، به صورت دقیق راجع به تبادلات تجاری به خصوص خرید نفت جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های چینی و اینکه این خرید نزدیک به 60% افزایش پیدا کرده است در یک سال گذشته. رویترز و دیگر کارشناسان میگویند دولت بایدن چشمش رو به روی اعمال تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی بسته است و چینی‌ها مدت‌های زیادی است با تخفیف‌های گزاف در حال خرید نفت جمهوری اسلامی هستند. در کنگره آمریکا قانونی وجود، در واقع لایحه‌ای وجود دارد، خانم جونی ارنست یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه مدت هاست به دنبال اعمال تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی است، مدت هاست به دنبال تخصیص بودجه 150 میلیون دلاری به وزارت امنیت میهنی آمریکا برای دنبال کردن تحریم های نفتی و بخشی از لایحه ایشون به دنبال تحریم شرکت های چینی، پالایشگاه های چینی و در یک اقدام بی سابقه بنادر نفتی چین است که تا حالا اصلا هم چیزی در سابقه تحریم های آمریکا وجود نداشته است که برن سراغ بنادری که خریدار نفت جمهوری اسلامی هستند. رویترز میگوید که دولت بایدن فعلا تصمیم گرفته است که تا اینجا چشمش رو به روی نقض تحریم های ایران ببندد، به دو دلیل، یکی اینکه بازار به شدت در کم بوده نفت به سر میبرد و این به نوعی امتیازی به چین هست تا بتونن در بقیه مواردی که مربوط به یک سری پیمانهای تجاری است نظر مثبت چین رو هنوز داشته باشند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا.